سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. فصل پیش امیرحسین صدیق عزیز مجری برنامه کتاب باز بود و این فصل قراره که من مجری این برنامه باشم. شبی که من مهمون امیرحسین بودم خیلی به من خوش گذشت و امیدوارم که این فصلم به شما خوش بگذره. توی این فصل جدید اپلیکیشن تاخچه همراه ماست. اپلیکیشن تاخچه یک اپلیکیشن فروش کتاب الکترونیکیه که خیلی از کتابایی که تو برنامه دربارش صحبت می‌کنیم و شما می‌تونید همون موقع از طریق این اپلیکیشن دانلود کنید. پیشنهاد می‌کنم برای اینکه با ما همراه باشید اپلیکیشن تاخچه رو هر چه زودتر نصب کنید. حالا چه عجله‌ای بود حسن خان جوهرچی؟ تازه رفاقتمون گل انداخته بود. اینقدر انگار هزار پشت آشنا بودیم که همون سلام علیک اول گفتیم شما ماشاءالله تکون نمیخوری یا شما خندیدی خودت رو مبل این ور اونور تکون دادی گفتی چرا تکون میخورم برات زدیم به تخته. چشم ما شور نبود حسن، دنیا شورشو در بود. یادت سر اینکه بازرس جاور تو رمان بی‌نوایان احتمالاً چه شکلیه حرف زدیم حدس زدیم؟ نویسندش و این آقای هوگو رو پیدا کن بپرس ببینیم جاور چه شکلی بوده واقعا. خدا میدونه چقدر از کتاب خونا خودتو جای شخصیت داستانا تخیل کردن. تو هر داستانی که یه جوون محبوب مؤدب مقتدر باشه قشنگ میشه تو رو جاش تخیل کرد. وقتی پرسیدیم چقدر کتاب میخونی گفتی اونقدی که نمیذارم کتابای کتاب خونم خاک بخوره. آخر برنامه هم گفتی دلم براتون تنگ شده. دلمون برات تنگ شده حسن آقا، برای همینم میخوایم کتاب امروزمون رو تقدیم کنیم به شما. چی باشه خوبه؟ یک کتاب طنزه، همون که اسمشو با پانتومیم تو برنامه اجرا کردی، املت دستدار. به قول یه شعر از همین کتاب، عیش بی اعتبار این عالم به دم آید به بازدم برم. اما دیگه اونور که شما هستی عیشش مدامه. پس بسم الله، برای دوست سفر کرده من که عیشش مدام باد، برای حسن خان جوهرچی، امضا کتاب باز. مهمون این برنامه من یکی از بزرگان عرصه بازیگری هستند و علاقه خیلی زیادی به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی دارند، ولی از میون تمام شخصیت‌هایی که توی شاهنامه هستند دوست دارن نقش کسی رو بازی کنن که فقط یک بار در شاهنامه حضور داره و فقط یک جمله میگه. اون آدم کیه و اون جمله چیه؟ برای من باعث افتخاره که در اولین برنامه سری جدید کتاب باز میزبان استاد جمشید مشایخی هستم. واقعا لطف کردین و ما رو خوشحال کردین. ما خاک پای شما. ارادتمندم و باز خیلی خیلی خوشحالم که به عنوان اولین کتابی که تو برنامه کتاب باز میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم قرار از شاهنامه شروع کنیم. بله.
استاد بفهمین که اون نقشی که شما دوست دارین از بین تمامی شخصیت‌های شاهنامه بازی کنید، امروز بازی کنید، کدوم شخصیت و چه نقشیه؟ عرض کنم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. این لطف و محبت شماست خودمون. من نه استادم نه اصلا هیچم. اینه که فرمودی خب یه آرزو بر جوانانه. عرض کنم بزرگتون آخه واقعا هم همین جوره. خوب بزرگتون جوونید، مهم دل و ذهن دیگه که جفتش جوونه. خوب بزرگتون مال شما. عرض کنم که خب شخصیت برجسته ای عرض کنم خلق کرده، مرد بزرگ، مرد بزرگ فردوسی عزیز و محترم، شخصیت های برجسته در شاهنامه هست. حالا چه شخصیت های مثبت چه منفی که حضور شما عرض کردم، زمانی است که رستم به خاطر اینکه گرز سام نریمان جدشو پدر بهش داده باید اسبی انتخاب بکنه، اسبی سوار شه که طاقت این رستم و اون گرز رو داشته باشه. خب میرستن از کابلستان جای دیگه، بقیه اسبا توان حمله این تهمتن رو نداشتن. نداشتن بله، شما میدونید دیگه بله. پشت اسب ایشون فشار میداده خم میشده. یه چوپان پیری یه گله کوچکی داشته و یه گله که ابتداش هم زیاد نبوده، یک کره میره در پی یک مادیانه، چمن میره زور بگیره، چوپان پیر به اون میگه به رستم میگه هیچ کس نمیتونه این کره رو بگیره، اون مادیان رو میکشه، به این میگن رخش رستم. رستم هیچ صحبتی نمیکنه، این کره رو میکشه جلو، به محض اینکه مادیان بهش حمله میکنه یک مش میزنه به گردنمون، گیج میشه، میره تو خیل اسبا، سوار اسب لخت میشه. چوپان میفهمه، فهمه این رستمه، میخنده، میگه بهای اسب چقدره؟ میگه به پهنای ایران زمین، اما سواری چون تو لایق بر پشتش بشینه ایران رو از چنگ دشمنان نجات بده. و شما دوست دارین همین جمله، همین پیرمرد رو بازی کنم با همین جمله. چقدر عشق به ایران و ایران زمین تو وجودتون هست که دوست دارین این جمله رو بگین؟ بله قربونت برم، قربونت برم. عرضم حضورتون که اونایی که شما رو کمی بیشتر میشناسن میدونن که چه علاقه ای به حافظ و شعر حافظ دارید. بله. من میخوام خواهش کنم که برام هم حافظ آوردید. بله. حافظ برام آوردید. چون برنامه اول ما هم هست یه غزلی از حافظ برام بخونید. من فال میگیرم ولی چون عینک منده، عینک نزدیک بیره نهی بودم، اگه اجازه بدین از شما تمنا میکنم که این غزل رو ایداد و بیداد. حالا خب من جلو شما دست و پامو گم میکنم، من زیر پای شما قربونتون برم. بله چشم. استاد چه غزلی اومد؟ سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، دیگ لیز ترش کردم و از سر فسوس، گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. پیش کمان ابرویش لابه هم می کنم، ولی گوش کشیده است از آن، گوش به من نمی کند. با همه عطف دامنت آیدم از سبا عجب،
کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند. چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پرشکن، وه که دلم چه یاد از آن عهد شکن نمی کند. کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند. برای برنامه اول ما عجب شعری و این به یادگار میمونه. من البته حسابی دست و پامو گم کرده بودم که در محضر شما بخوام حضرت حافظ رو بخونم، ولی من مطمئنم که بیننده ها دوست دارن با صدای شما بیتی یا ابیاتی از حافظ بشنون. اینه که اگه چیزی در حافظه به صورت حفظ دارین لطفا برامو بخونید. یه بیتو تقدیم میکنم. بله. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آورد، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عالی. خیلی متشکرم. من یه خبر خوبی بدم به بیننده هامون که توی اپلیکیشن تاخچه دیوان حافظ، کلیات سعدی و شاهنامه فردوسی رو میتونن به صورت رایگان در واقع ازش استفاده بکنن. به صورت رایگان اونجا وجود داره، حتما برید لطفاً سراغش و غوطه ورشید در دریای ادب فارسی. شما بفرمایید که الان چایی یا دمنوش من میخوام براتون بریزم بیارم. چایی میل دارین یا دمنوش؟ دمنوش بخوریم. چشم. همین الان من میرم. شما چرا؟ میرم خدمتتون. برای که اینجا آماده است استاد. دوران کله تویی ها خواب میبینم مطالعه میکردن. آفتاب ز کدام سو در آمده؟ در حال چه کردنید؟ عرض کردم در حال چه کردنید؟ ببخشید من دارم رمان کلیدر نوشته محمود دولت آبادی را میخوانم. و من نیز سروده های استاد غزل چیز دیوان حافظ را مطالعه می نمایم. و من اگر تمرکزم را بر هم مریزید و اجازت دهید، کتاب جهان در پوست گردو نوشته استیون هاکینگ را دارم مطالعه. باورم نمی شود. آفرین بر شما. پس من می روم که مزاحمت ایجاد ننمایم. نفهمیدم چه شد؟ متاسفانه موبایلم از بی موقع زنگ خورد. چیز این مینیو خلوص بی محل بود. خاک بر چونت. صد مرتبه گفتم آن لاکردار را سایلنت نکردی، آبروی من رفت. ملت این آماره که اینجاست درست ها، بیاییم دست جمعی بریم با هم خجالت بکشیم یه مدت. بابا فیل ما آدم نمیشیم، برو بذار به کار. بیا این یو ایف پیام داد الان بدن تیمیه. استاد شما نوه دارین؟ بله قربان، من 4 تا نوه دارم. به به، خدا حفظشون کنه. برای نوه هاتون قصه هم میخونین؟ من یکیشون که ایران بود سالها پیش که کوچیک بود، بعد وقتا میامد تنه من میخوابید، من برش قصه میگفتم. الان هیچ کدوم ایران نیست؟ هیچ کدوم ایران نیستن. برای من فکر کنم همه بچه هایی که الان دارن این برنامه رو میبینن نوه شمان و شما پدر بزرگشون، یکی از اون قصه ها رو برای همه نوه هاتون بگین. الان همه اونایی که دارن میبینن بشینن و قصه ای رو که استاد مشایخی میگن گوش کنن. من تشکر میکنم. من که بارها هم گفتم من میلیون ها نوه دارم. درست گفتی. عرض کنم که وقتی من بچه بودم یه عزیزی بود به نام ننه گلبس. خیلی مثل مادر بزرگ من ایشون رو دوست داشتم. تو زندگی ما مقامی داشت. ایشون برای من قصه میگفت. من اون قصه رو برای شما تعریف میکنم. حاکمی بود. اصلا قصه خیلی بزرگی داشت و باغ
بسیار زیبایی پر از درخت‌های مختلف، از کنم درخت کاج، تبریزی، از کنم چنار و درخت‌های میوه، آلبالو، گیلاس، توت، خیلی چیزا. یک درختی داشت که خیلی اون درخت دوست داشت، یک درخت سیب طلایی بود. هر روز صبح که میامد، بازدیدی که میکرد، میامد کنار این درخت سیب و نگاه میکرد، لذت میبرد از این سیبای طلایی. یک روز آمد دید یکی از این سیبا گم شده، نیست. همه رو دعوت کرد، آمدن ازشون سوال کرد، همه ساره بی اطلاعی میکرد، نمیدونیم. سه تا پسر داشت. پسر بزرگ گفت من امشب کشیک میدم ببینم کی میاد این سیبو سرقت میکنه، یعنی دزدی میکنه. رفت خوابش برد، یه دیو اومد و یکی از این سیبا رو برد. بعد پسر دوم گفت من امشب میرم، اونم خوابش برد. باز دیو اومد و یکی دیگه از سیبا رو برد. سومی یه ذره انگشتشو یه ذره زخم کرد، یک کم بشه نمک پاشید که خوابش نبره از سوزشی. چپ دیوه اومد، دست کرد که سیبو بکنه، با شمشیر زد به پای این دیوه. دیوه فرار کرد، ولی خب خون از پاش میرفت. فردا صبح همین بچه کوچیک گفت ما رد خون رو بگیریم ببینیم کجا رفته. اومدن سه تا برادر، برادر بزرگی رسیدن به یه چاه، گفت من اول میرم تو چاه. رفت وسط چاه، گفت آخ من سوختم، منو بکشین بالا. دومی گفت من میرم، اونم رفت وسط چاه، گفت سوختم، آخ منو بکشین بالا. سومی گفت من هر چی گفتم سوختم، آتیش گرفتم، شما اعتنا نکنید، منو رها کنید برم تا این چاه. همین کارم کردن اونا، چون دلخور بود ازش دیگه، یه کار مهمی کرده بود، بزرگی کرده بود، آدم از بمیره. رفت تا این چاه، دید یک پیرمرد نشسته، سلام کرد. پیرمرد گفت پسرم برای چی اومدی اینجا؟ جریان تعریف کردن، گفت یه سیب از خودم دوزی کرده، یک دیوی، من به خاطر اون اومدم تو این چاه. گفت ببین این دیوه الان خوابه، یه شیشه عمر داره، این شیشه اون بالا سرشه، تو اگه طوری بری که این بیدار نشه شیشه رو برداری بزنی زمین، این دود میشه میره هوا. این پسر اومد و رفت یواش یواش آهسته این شیشه رو برداشت، زد زمین، دیوه سوب شد در هوا. اومد به این گفت که آقا پدر من میخوام برم بالا چیکار کنم؟ گفت دو تا قوچن، یکی سفیده یکی مشکیه، اینا با هم دعوا دارن، اگه تو بپری رو قوچ سفید تو رو میبره بالا، اگه بپری رو قوچ سیاه تو رو هفت طبقه میبره زیر زمین، یادت باشه اشتباه نکنی. این رفت و همینجور که اینا دعوا میکنه اومد بپری رو قوچ سفید، یه دفعه اون جا خالی داد، افتاد رو قوچ سیاه، رفت هفت طبقه زیر زمین. تیت واو، یک رودخانه بزرگه، از کنم یه اشتها خوابیده، از اون طرف هم مردم جمع شدن، عرض کنم یک دختر بچه کوچولو رو لباس عروسی تنش کردن، عرض کنم که با غذاهای مختلف و اینا دارن میارن، برای چی؟ اینو برای چی میبرین؟ گفتم میخوایم بریم به این جای بخوره، بذاری یک کمی آب رد شه. آب نمیذاشت، آب رد شه. گفت این کار رو نکنید. شمشیر رو گرفت، دو طرف شمشیر رو با سرعت رفت به طرف اژدها. اژدها دهان باز کرد، این رفت نصفش کرد، نصفش انداخت یه طرف، نصفش طرف دیگه. اینا شروع کردن دست دادن، هورا کشیدن برای این پسر. بعد حاکم خواستش، گفت پسرم چی میخوای از من؟ گفت من میخوام برم پر پدر مادرم، چیکار کنم؟ اگه بتونی یه کاری برای من بکنی. گفت روی این کوه یک درخت بزرگه، این درخت درختیست که سیمرغ روش لانه داره، بچه های سیمرغ روی لانه هستن، تو برو از طرف من به سیمرغ بگو اون میبره تو رو میرسونه به پدر مادر. این از این تپه رفت بالا و رسید به این درخت، دید یه مار داره میره بالا، فهمید که این مار میخواد بچه های سیمرغ رو بخوره، با شمشیر زد مار رو نصف کرد انداخت پایین، خوابش کرد زیر سایه درخت، خوابش بود. سیمرغ اومد فکر کرد که این اومده بچه‌هاشو بکشه،
رفت با منقرش یک سنگ بزرگ برداشت که بندازه رو سر این جوان. جیر جیر کردن بچه ها، گفتن ما در این کارو نکن، این ما رو نجات داد، یه مار میخواست ما رو بخوره، این ماره رو کش انداخت پایین تو دره است. نگاه کردید درست میگن، دید آفتاب اومده روی سر این بچه، عرض کنم پراش رو باز کرد و سایه کرد. وقتی این پسر بیدار شد، این سیما به بلند شد، سلام کرد، گفت که آفرین، چند تا پرش رو بهش داد، گفت هر وقت هر کاری داشتی یه پر من آتیش بزن من میام قربون همه تون برم، خاک پای همه تون، امیدوارم همه تون مثل این پسر باشید. عالی بود، عالی بود، عالی. استاد چه داستان پرکشش تو در تو و اصلا دنباله دار. خب ما حالا داستان میخوایم چیکار کنیم؟ من میخواستم اینجوری که شما داستان تعریف کردیم، ما میخواییم هر دفعه بیاییم برامون داستان بگیم. خیلی ممنون که برامون این قصه رو تعریف کردیم. برم من به تدیر اون زمان قصه همش داره ارزش بود، قصه بی خود نبود. بچه من شما ببخشید چند سال پیش این قصه رو براتون تعریف کردن که با این جزئیات یادتون مونده بود؟ من اون موقع 6-7 سالم. بله ماشاءالله. بله ماشاءالله به شما. من از طرف همه نوه ها من که خودم پیرمردم، ولی از طرف اونا از شما تشکر میکنم که این قصه رو برام تعریف کردن. من خاک باشه. اون خانم از دنیا رفت، خدا رحمتشون کنه. یک دی بود در از کنم فرامین به نام کلین. یه کتابی چند سال پیش چاپ شد به اسم قصه های گلین خانوم. که این قصه هم توش بود. ممکنه این همون باشه، این مجموعه. هیچ بعیدی. قصه های گلین خانوم. یعنی شاید یه نوه دیگه، یکی دیگه اون قصه هایی که این کلین خانوم یا گلین خانوم تعریف کرده رو جمع کرده و یه کتابش کرده. بله و همش هم افسانه هایی از همین سبک. به جون خودت اینقدر دوستش داشتی؟ وقتی بردیمش دست کنم که به همون روستا، ما هفت تا بودیم. هفت تا خواهر برادر. بله. هر هفت تا میشستی شب سبد گل. برای به خدا اون روستایی فهمیدن که ایشون چه سمتی داشته، فهمیدن چقدر ما دوستش داشته. چقدر جالبه که با قصه بله برای هفت نفر شما رو هفت تا رو مجذوب کرده. بله. بله. و این قدرت قصه و قدرت داستانه. بله بازم از شما ممنونم. ما خاطر خیلی خیلی متشکرم. من امیدوارم یه روزی اگر حالا که ما عمرمون رو کردیم تو همین چند روز شما یه خبر خوش به من بدین، بگین بچه‌ها دارن کتابای قصه می‌خرن. حتما. بچه کوچیک. حتما. امیدوارم. امیدوارم. بازم متشکرم. استاد این بخش آخر این گفتگوییه که واقعا خیلی عالی بود و من که بی‌نهایت لذت بردم. بعد از این داستان خیلی جذابی که بر ما تعریف کردیم، من یه خواهشی از شما دارم. توی این بخش ما به مهمونامون میخواییم سه تا تصویر نشون بدیم و بعد خواهش کنیم بر اساس این سه تا تصویر یه داستان برای ما بنویسن. اجازه میدی؟ نه خواهش میکنم. این سه تا تصویر هستش، الان تصویرها رو شما میبینید. خیلی شما باید بنویسین، شما نمیشه. اختیار داریم، قربونتون برم. پاکت نامه. بله. چمدان. بله. و قطار. قطار اسباب بازی. بله. من با اجازهتون برم این دفتر رو بیارم و از شما خواهش کنم که بر اساس این سه تا تصویر لطف کنید و یک داستانی برای ما بنویسید. اطاعت. با اجازتون منم یه توضیحاتی برای بیننده ها. این بخش برنامه اسمش نما داستانه که امیدواریم با همه مهمونا بتونیم اجرا بکنیم. سه تا تصویر به مهمونامون نشون میدیم و ازشون خواهش میکنیم بر اساس این سه تا تصویر یک داستانی بنویسن. شما میتونید از طریق سامانه
40-55 برای ما پیامک بفرستید و به این داستان ها امتیاز بدید. این پیامک ها رایگان خواهد بود و امتیاز ها 5، 10، 15 و 20. ما بعد از اینکه شما داستان های 6 تا از مهمونامون رو گوش کردین امتیاز ها رو جمع میکنیم و به کسی که بیشترین امتیاز آورده باشه یک کتابخونه با 100 جلد کتاب از طرف اپلیکیشن تاخچه هدیه میدیم. لطفاً رای و امتیاز بدید. خیلی خیلی متشکرم. استاد تموم شد؟ بله خوبه. بخش ببخش چه خطی استاد؟ چه خطی؟ لطفاً ببینین شما هم خط استاد جمشید مشایخی رو. میشه ازتون خواهش کنم داستانی که بر ما نوشتین خودتون قرائت بفرمایین؟ بله. امیر برای ادامه تحصیلاتش میباید به کشور دیگه ای برود. پدرش بیمار است. او به امیر میگوید به درست ادامه ده. اصلا به فکر بیماری من مباش. آرزو دارم که جوانی با دانش و بینش شوی و باعث افتخار من و مادرت گردی. امیر قرار است با قطار به این مسافرت برود و فقط با خودش یک چمدان دارد. عالی. عالی، عالی، عالی. ما برنامه رو با شما و شاهنامه شروع کردیم و اگر اجازه بدین این تندیس فردوسی بزرگ رو به عنوان یک یادبودی از این برنامه تقدیم میکنیم به شما که یه یادگاری از این برنامه باشه. من فقط یه خواهش دیگه دارم و اون که اجازه بدین با این دوربینمون یه عکسی دو نفره به یادگار بفرمین. استدعا میکنم بفرمین. من دوربینو میارمش اینجا، این عکس رو اینجا با استاد مشایخی. این عکس الان آماده بشه من به بیننده هامون نشون بدم و دیگه بیش از این مصده اوقات شما نشیم و شما رو خسته نکنیم. ما شما رو اذیت کردیم. این عکس با استاد جمشید مشایخی. بی نهایت از لطف شما ممنونم. باعث افتخار بود. همینجا از استاد مشایخی خداحافظی میکنیم. آرزوی ما اینه که مردم ایران روزی کتابخون‌ترین مردم جهان باشن. به به عالی. اراده قربونت برم. قربون شما برم. خیلی خیلی ممنونم. قربونت برم. اجازه ممنون میارم براتون. خیلی متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم. قربونت برم. خیلی دوست داریم که در سری جدید برنامه شما بیشتر توی برنامه حضور داشته باشید. میتونید از طریق هشتگ نماداستان شما هم داستانهای خودتون رو برای ما بفرستید. داستانهایی که بر اساس همین ست تصویر، تصویر پاکت نامه، چمدان و قطار می نویسید. لطفاً با ما بیشتر در تماس باشید. از طریق هشتگ نماداستان و ما را در فضای مجازی هم دنبال کنید. کتاب باز تیوی. خدا نگهدار.